سلام و صد سلام، خوش آمدید به نیمروخ دوم، برنامه دوم از نیمروخ، دوشنبه شب دیگر با نیمروخ دیگر. هرچند بر اساس وعده‌ای که دیشب کردیم ما و صحبتی که دیشب با شما داشتیم، امشب هم موضوع برنامه نیمروخ و تبعات اجتماعی حادثه اخیر بدخشان و حوادث مشابه که در چند وقت اخیر شاهدش بودیم میچرخه. هرچند هنوز هم ما نمیتونیم به خاطر پیامدهای وسیع حادثه برنامه نیمروخ روی روند عادی به اصطلاح موضوعی برنامه برگزار کنیم، اما وعده میکنم که از شنبه هفته آینده ما نیمروخ در فرمت دیگر، قالب دیگر، با همون محوریت وعده‌ای که با شما کردیم، گفتگوی صمیمی در مورد رخ دیگری از اتفاقات زندگی نسل نو پیش ببریم. اما امشب در نیمروخ میزبان عزیزانی هستیم که جا داره در همین آغاز برنامه یک معرفی کوتاه داشته باشم. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز، باری سلام، تهمینه کوهستانی و آخله کریمی. باری، چند روز گذشته یک وضعیت دیگری در کشور حکم فرماست، یک روحیه دیگه همه جا حاکمه. میدونم خودتم تلاش‌های زیادی کردی در این زمینه، میخوام جمع و جور مختصر و مفید بر ما بگویی چه کار کردی. کسایی که همین لحظه تصویر خودت میبینن، حداقل شاید چشم براه کمترین کمکی باشن که بتونن امیدوار بکنه به ادامه زندگی. دست کم باقی مانده های کمی لحظه تصویر میبینن، چه کار کردین در چند روز؟ به نام خدا و با عرض سلام به شما و بینندگانتان، اجازه بدین در اول درود بفرستم به روح جانباختگان حادثه المناک ارگوی بدخشان و تسلیت بگویم برای هموطنان و وطنداران عزیز بدخشانیم و همچنان برای همه مردم درداشنای افغانستان. کارهای زیاد در طول چند روز گذشته صورت گرفته، نه تنها از طرف ما بلکه از طرف مردم افغانستان در هر جایی که هستن. یک ماتم ملی به معنای واقعی امروز برپا شده، یک حس همبستگی عجیب به میان آمده و یک حس همکاری و همدردی در سطح مملکت شکل گرفته و هر کسی در هر جای به متناسب با توانایی فردیش و گروهیش داره کار میکنه و در حالی که همه دردمند هستیم، ناراحت هستیم و هر روز رنج میکشیم، در عین حال لااقل همین حس همبستگی که به وجود آمده در سطح مملکت یک مقدار از این دردها میکاهه و آدم را لااقل امیدوار میسازه که در روز بعد ما در کنار همدیگر میایستیم و همدیگر کمک میکنیم. ما هم به عنوان یک فعال مدنی، به عنوان یک روزنامه‌نگار، به عنوان یک بخشی از جامعه مدنی افغانستان، خب همراه با دوستای دیگه نشستیم و طرح ایجاد یک کمیته مشترک کمک به قربانیان ارگو را ریختیم که خوشبختانه نتیجه داد. این کمیته به شرکت گروه کلان از نمایندگان و فعالان جامعه مدنی، فعالان سیاسی، خبرنگاران، سیاستمداران و همچنان کسانی که حتی افراد مستقلی که اصلا ما نمیشناختیمشان و از طریق فراخانی که از راه فیسبوک داده بودین اونا آمدن و به ما پیوستند و در اینجا بعض سازمانهای مدنی و سیاسی هم وجود دارند، مانند افغانستان 1400، کمیته مشترک نهادهای جامعه مدنی که در واقع نمایندگی میکنه از تعداد زیادی از نهادها در افغانستان. همه یک کمیته هماهنگی کمک ها و ارگور ایجاد کردیم و هدف از این کمیته ای است که هماهنگی بیشتر را به وجود بیاره، شفافیت کمک ها را تامین بکنه، کمک را جلب بکنه و نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح
جهان و تلاش بکنه تا به صورت دوامدار برای قربانیان حادثه بزرگ کمک بکنه، چون شما میدانید که حادثه به حد ابعاد و تبعاتش بزرگ است که این در ظرف یک هفته یا یک ماه آینده در واقع پایان نمیپذیره، این ادامه خواهد داشت و تازه کار آغاز شده و باید تلاش فراوان صورت بگیره به صورت مستمر و به صورت متحدانه از سوی همگی تا ما بتانیم گوشه های از این درد و مصیبت را میدونم. قبل از اینکه همکار ما اشاره کردن که ما قرار است کامنت های فیسبوک هم فکر میکنم بیننده های کمی لحظه ما را مشاهده میکنن، کامنت های دادن، اما من حرف خود تا قبول دارم، در جلسات هم بودم. سوالی که شخصا برای من ایجاد شده تخمینه ای است که خب در هر گوشه مردم نتونستن آرام باشن. خودت از جمله کسایی بودی که بر ترتیب بدون هیچ به اصطلاح نو ملاحظه سعی کردی در حد توان خودت در گوشه دیگه کمپاین و بسیج دیگه این کارو بکنی. فکر نمی‌کنی اگر به نوعی این نوع هماهنگ یک نوع هماهنگی ایجاد شه و این نوع فعالیت‌ها و این نوع جنب و جوش‌ها یک مقدار دسته‌بندی‌تر شه و منسجم‌تر شه و کمی مؤثرتر باشه؟ نظر شخصی تگر. با سلام و درود بر روان پاک قربانیان حادثه بدخشان، اول تر از همه می‌خوام به نمایندگی از خانواده و جامعه ورزشی افغانستان عرض تسلیت داشته باشم و او در خانواده‌ای که عزیزایشان در حادثه از دست دادن و به بقیه ملت افغانستان که واقعا همگام بودند در این سوگواری با این شهروندایشان، و تمنا دارم که غم پایان ما باشه، بعد از دیگه یک آغاز نو داشته باشیم که جز لبخند اشک به چشم ما نباشه. من فکر میکنم که امروز اگر وطندار ما در بدخشان زیرو انبار خاک خوابیده، من فکر میکنم در تمام نقاط افغانستان ما همچی یک بار مسئولیت و بشانه ما احساس میکنیم و خود ما را جای اونا قرار میدیم که ما امروز باید به اونا برسیم، و نه تنها که این مربوط به این میشه که ما جز شهروندی کشور هستیم، یک گام انسانیت است و ما در یک سرزمین زندگی میکنیم که هر روز انسان میمیره و هیچ تاوان برای جان از او نیست. یک گونه عادی شده از دست دادن جان انسان در این سرزمین، و مردم ما در این اواخر یک بی‌عاطفگی بی‌نهایت درون هر شهروندی سرزمین ایجاد شده بود که اصلا حس مشترک با یکی که میمرد، با یک خانواده که یک و حالا تغییر احساس میکنید. بله، کاملا بعد از حادثه بدخشان و قبل از حادثه سیلابی که به شمال و شمال شرق ما داشتیم، یک گام بسیار محکم برداشته شده از طرف شهروندای سرزمین و من فکر میکنم این خیلی مؤثر است، و نه تنها که ما امروز در روزای بد این سرزمین میخوایم کنار همدیگه خود باشیم، ما میخوایم روزای خوب تجربه کنیم و این گام است که ما رو به روزای خوب میرسونه. تامین حرفتم متاسفم قطع میکنم به خاطر که کامنت های فیسبوک باید بخونیم. دوستانی که امیل از شاهد هستن، آقای حسیب محسنی نوشتن باید این را بدانیم که همه برای این غم شریک هستیم. من سخت موافق هستم، مسلما همین گونه است، این غم ملی هست. و کامنت بعدی را اگر دوستا، آقای نورالله نواب نجرابی نوشتن که این کامنت فکر میکنم اگر پس نمی کردین من نامشان خواندم، کامنت نخواندم دوستا، اگر کامنت قبلی رو برگردانین. آقای نجرابی ره خو امرالله سمدی، بله، آقای نجرابی نوشتن که اگر مؤثرم بوده باشه انجام نداده. من فکر میکنم یا جمله کامل نرسیده یا نه من درست متوجه نشدم. کمک ها رو نوشتن، احتمالا منظورشون باید کمک ها بوده باشه، که اگر مؤثرم بوده باشه، مؤثرم می بود، کسی انجام نداده. امرالله سمدی نوشتن که حادثه بدخشان بدترین حادثه بود، احساس مسئولیت از خداوند متعال است و خواستن که همه احساس مسئولیت بکنه. دقیقا همین گونه است و ما شاهد هستیم که خیلی شهروندان کابل، خیلی شهروندان افغانستان متاثر هستند. قابل درک است ادامه بحث با آخله رضایی یکی از متاثرین حوادث طبیعی خواهیم داشت و همچنین مهمانان ما باری سلام تهمینه کوهستانی و آقای سایس که آقای سیاس که اینجا هستند در بخش بعدی. اما قبل از او یک میان برنامه. شما تماشاگر نیمروخ هستید به گونه زنده از تلویزیون یک. در یکی دو روز گذشته کابل هم انگار مسئول نبود از حوادث طبیعی.
بارانهای شدید بخشی از شهر متاسفانه با ویرانی روبرو کرد. سیلاب ها، یواخر رانش ها، زلزله ها بخش بزرگی از مردم ما را متاثر کرد و بخش بزرگی را عزادار. ای که شاهد باشیم در گوشه از این شهر، جایی که ما راحت شاید شب سر به بستر ما میگذاریم، کسانی بستری ندارن برای سر گذاشتن، جایی که ما وعده های غذایی ما سر جایش است، کسانی لقمه نانی حتی ندارن برای خوردن. خیلی متاثر کننده است. یعنی برای ما در چند روز گذشته دست کم منی که من میدانم حداقل از بسیاری از این حوادث شاید و خیلی های دیگه مسئول باشیم، برای من و شمایی که مسئولیم، کنار آمدن و تجربه دردهای این چنینی شاید زیاد ساده نباشه برای ما. و متاسف هستم که این حوادث عموما دامن محروم ترین طبقات جامعه ما را میگیره. کسانی که در حالت عادی هم از پس مخارج و روزمره زندگی درست برآمده نمیتونن. حال من واقعا نمیدونم با سیل و زلزله و رانش زمین چه بر سرشان خواهند آمد. عاقله کریمی مادر 37 ساله است که 3 کودک داره. من حرف نمیزنم، فقط میخوایم بقیه حرفا را، خانه ای را که سیلاب برد و آسیبی را که عاقله دید و وضعیتی را که حالا درش به سر میبره از زبان خودش بشنوم. عاقله، چه اتفاقی افتاده؟ من روز شنبه در خانه نبودم، دور از خانه بودم که باران شدید شد. خیلی باران شدید شد. زنگ زدم در خانه. کجا بودی؟ چرا خانه نبودی؟ البته اگر سوال شخصی نیست. من به سرپرست هستم، میخوایم که برای اولادایم نان پیدا کنم. یک جایی کار میکردم. پرسان کردم، از در خانه زنگ زدم که خیر دست سیل نکده. گفت باران شدید، سیل از جوی بلند شده، راه را گرفته. من گفتم امیر کوشش کنم اولادا را بکشن طرف مسجد، امیر اولادا چیزی نشه. گفت نه، چیزی نمیشه، حالا شاید کم شه. بعد از اون چند دقیقه دیگه هم دیگه تعمل کردم که زنگ آمد در خانه، این طرف نیا که سیل طرف خانه آمده، تکاو پر شده. ما خودم در تکاو زندگی میکردم. من خیلی زیاد ناراحت شدم. طرف خانه هم در نمیتونست. کودک های چند ساله است آقلا؟ 14 ساله، 13 ساله، 9 ساله. باز زنگ زدم گفت اولادا رو در بام کشیدی. طرف خانه میمادم که موتر دستادم در موتر ششتم طرف خانه کاله از جوی اولی طرف خانه ما که میریم دو جویه، یکی اولیش بخی او زیاد بود که طرف خانه تیر شده نمیتونستم. خیلی دیر تعمل کردم. زنگ در زنگ تا که صدای کل اولادا رو شنیدم کمی راحت شدم. باز ما گفتم نه، این همی اولادای من نخواد باشه، هم امکان داره اولادای همسایه باشه. تا که من در خانه رسیدم، امی موترا از امی طرف خانه می رفتن که دمی ششتم از او تیر شدیم. از او تیر شدم در خانه رسیدم که بچی به تا این امی قلوش از خانه طرف ما مدوه. مادر هیچ چیز نشده، ما کل اگه می جور استیم. خب خدا را شکر که جور استیم. گفتم خدا کنه دخترها جور باشه. داخل خانه تا که رفتم تا که از چشم خود ندیدم دخترها را، دیگه هیچ باورم نمیاد که خدا کنه جور باشد. داخل تکاو اگه او پر شده شد یا خو نبوده شد، زیاد ناراحت بودم. دیدم که خدا رو شکر کلگیش جور استن. یا که هرچی دانستن کمپلا رو درای او انداختن، توشه کمپل هرچی که بوده درای او انداختن. باز خوشان دبوم رفتن. دیگه هرچی که بوده دیگه خدا رو شکر که خوشان جور استن. عاقله عشق میرزه و از تجربه و ترسی که گذرانده میگه و من به این فکر میکنم که کمتر مادری، کمتر پدری و کمتر انسانی ممکنه این تصویر مجسم کنه و مو بندامش راست نشه. فقط مسئله مردن نیست،
مسئله ای است که اگر میشه و اگر ظرفیت جلوگیری از چنین پیامدهایی وجود داره، چگونه است که ما هر سال شاهد یک فاجعه و یک درد و یک غمیم؟ چگونه است که ما هر سال شاهد غم عاقله هایی هستیم که نگران غرق شدن اولادهایشان در خانه هایشان است؟ چرا باید این گونه باشه؟ این واقعا چرا باید این گونه باشه؟ من فکر میکنم دوستان کامنت ها را آماده کردن و فضای سنگینی سرچند، و اگر کامنت ها آماده است میشه چند کامنت بخوانیم. و بعد اسد میرزاپور کامنت داده که ما امیدواریم که مردم و دولت دست به دست هم داده به مردمی که از این حادثه ضرر دیدن کمک کنن. کامنت بعدی از دوست خوب ما سید رفیع الله بله عبدالی است، گفته میشه بگوین کمک ها رو به چه شکلی توزیع میکنین؟ خب این سوال برمیگرده شاید به دوست ما خانم تهمینه و باری عزیز که جواب بدن. و کامنت بعدی سید رفیع الله عبدالی دوباره گفته که خداوند همه قربانیان این حادثه سر مغفرت کنه، آمین. و کامنت آخر در این بخش میخوانم، عبدالسالم خان گفتن که باید پول جمع‌آوری شده حتما یعنی به نحوی به مردم بدخشان رسیده شود برسه. یک میان برنامه کوتاه میریم و برمیگردیم. کماکان با برنامه نیمرو خواهید بود و آقای سیاس که منتظر هستند به ما بپیوندند. بیننده نیمرو هستید با سوژه پیگیری پیامدهای اجتماعی حوادث اخیر در بدخشان و گمانه‌زنی ها درباره مرگ بیش از صدها تن از شهروندان ما. ما آقای سراج الدین ایثار، یکی از شهروندان افغانستان، دانشجوی دکترا در لندن، با خود ما در اسکایپ داریم که از جمله کسانی هستند که در بیرون از افغانستان هم آرام و قرار ندارن و این خیلی خوشاینده، خیلی امیدوارکننده است. آقای ایثار سلام و وقت شما بخیر. من مستقیم موجز مفید میرم سراغ اصل مطلب. حال هوا در بین شهروندان افغانستان در لندن چگونه است در برابر همکاری و کمک به این حادثه؟ در رخست خیلی سپاس، اجازه بدین که ما هم به شما و به بیننده های خوب شما سلام های خود تقدیم بکنم و جا داره که عمیق ترین مراتب تأثیر و تسلط خود هم برای جان باخته های حادثه ولسوالی یاربی ولایت بدخشان هم ابراز بکنم و برای رفتگان و جان باخته ها جنت فردوس آرزو میکنم و به خانواده های دردمندشان هم صبر جمیل میخوایم. در رابطه با سوال شما، مسئله حال و هوای لندنی ها و دوستایی که بیرون از مرزهای افغانستان به ویژه در سرزمین انگلستان زندگی میکنن، یک شور و شعف بی‌نظیر در رابطه با مساعدت و همکاری و دستگیری برای اونایی که جان باختن در افغانستان و در بدخشان راه افتیده. دوستای ما، هموطنای ما از هر گوشه، از هر کنار، از هر تیف، از هر پیشینه و سابقه کاری و هر گونه آمادگی همکاری و دستگیری را داشتن که واقعا بر من خیلی جای خوشی و سرور است. من عفو کنید که قطع میکنم گپ شما را. آیا مکانیزم و سیستم مشخصی برای انتقال کمک ها به افغانستان و بعد به آسیب دیدگان شما دارین؟ اگر مختصر به این هم اشاره کنین ممنون میشم. بله، خب چون در اول امون حس انسانی دوستای ما در اینجا یا هموطنهای ما در اینجا به شکل بود که همه خود جوش و برقاسا در هر سو دست به اقدام کردند و خواستند که امور واجبه انسانی و اسلامی خود انجام بدن. ولی خوشبختانه در یکی دو روز گذشته، به خصوص امروز، ما تانستیم که یک سلسله هماهنگی راه بیندازیم تا امی برنامه توزیع بر مبنای یک میکانیزم درسته که تا جایی از مشروعیت بیشتر و از شفافیت بیشتر برخوردار باشه تأمین بکنیم. از اون جهت بود که ما با دوستای ما در و همکارای ما در دفتر آریانا که در قد فرصت های یا تسهیلات انتقال پول هم اینا فراهم میکنن صحبت کردیم، با جمعی از رضاکارای بیرون از حلقه آریانا و هموطنای خود در
هر گوشه و کنار انگلستان داخل تماس شدیم تا میکانیزم درست را ایجاد بکنیم و خوشبختانه برای فعلا نمایندگی های آریانا را به عنوان نقاط مرکزی انتخاب کردیم تا دوستای ما میتونن پول هایشان یا مساعدت ها و یانایشان اونجا واریز بکنه و یکی از طریق حساب بانکیه که مخصوص خود مساعدت برای بدخشان ایجاد شده هم میتونن واریز بکنن انتخاب بکنن. عالی. آقای ایثار، من اگر کوتاه اشاره بکنم که کوتاه باز شما هم بیان بکنید، یک پیام کوتاه اگر به همه باقی مانده ها و به اصطلاح متاثرین حادثه اگر بخواین بتین به عنوان شهروند افغانستان در بیرون کشور که میتپه برش و کار میکنین، چه خواهد بود در یک جمله؟ خب به قول معروف ما یک گفته داریم، خودم اینجا دل منسوی دریا بیتشک آب اگر از صد پاره گردد باز با هم آشناست. معمون احساس هموطنان خود دورتر از مرزهای جغرافیایی با وجودی که فرسنگ ها و مایل ها دور هستن، احساس کردم که هنوز هم دلشان، قلبشان، حسشان بر اون مردم که واقعا سزاوار هر نوع دستگیری هستن میتوان. و پیام من مشخصا به اونا هی است که خب ما نمیتونیم در برابر خشم طبیعت و حوادث و واقعاتی که بدبختانه افغانستان از هر سو در این روزها داره دستگیر هست، رهایی یا به اول بالاخره پیام خوب ای است که هموطنانشان ولو که از اونا دور هستند اونا را تنها نخواد گذاشتن و انشاءالله با سپاسگزارم آقای ایثار گرفت. زنده باشین یک جهان و کماکان همونطور که شما هم گفتین دلم آن سو خودم دلم این سو خودم آن سوی دریا. ما آقای سیاس با خود داریم، محمد اسلم سیاس، معاون اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی. آقای سیاس، اگر خلاصه بریم سراغ از این که چه شده؟ یعنی از طرف اداره و ارگانی که شما بیش از 8 سال درش کار میکنین دقیقاً برای کمک به حادثه اخیر در بدخشان، اگر فهرستوار برین سراغش که ادامه بحث داشته باشیم عالی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اتحاف دعا میکنیم بر روان شهدای حوادث در افغانستان. از طریق تلویزیونی با اعتبار ملی عرض ادب دارم و ادای احترام دارم به تمام بیننده های محترم. البته با اصرار اینکه ما تلویزیون ملی نیستیم، شبکه تلویزیون یک هست. ملی نگفتم، با اعتبار گفتم. اوکی. این مربوط به ملت است. عرض ادب دارم به میمانای محترم شما، خود شما که واقعا خانم بسیار دلسوزی هستین و با ارتباط مسائل زیاد زحمت کشیدین. با مجرد دریافت اطلاع از این حادثه ما از کمیته اضطرار ولایتی ولایت بدخشان تقاضا کردیم که جزئیات حادثه را اونا تشریح بکنن. جلسه اضطراری را اونا داشتن و در مدت بسیار کوتاهی اینا تانستن که تیمای جستجو نجات و تیم های ارزیابی را سازماندهی بکنن و در مجموع کمیته اضطرار ولایت با تیم های جستجو نجات و ارزیابی که متشکل بوده که از اردو، پلیس، امنیت، مردم، رضاکارای جمعیت هلال احمر افغانی اینا به محل حادثه رفتن و وقتی کاوش ها شروع شد یک بدنه ای کو دوباره لغزید و آمد تعدادی کسای دیگه ایرم که میخواستن اینا را کمک بکنن ایرم در خاک فرو برد. با این خاطر تصمیم گرفته شد که تیم های جستجو و نجات بسیار بطی و به شکل عمل بکنن که بیشتر از این آسیب نبینن، چون یک تعداد از هموطنهای ما که در زیر خاک مدفون شده بودن باید حدی اقل دیگرها خودشان اول نگاه میکردن، جان حفظ جان میشد، بعد به کارهای دیگه اقدام میکردن. یه تیم در امو جریانی که حرکت کرده بود یک مقدار
مواد غذایی عاجل با خودش داشت و یک مقدار ادویه داشت، یک تعداد دکترا بودن. راضی هستیم از روندی که بر ترتیب پیگیری شده؟ اگر بله یا خیر بگوین. در مجموع کارهایی که صورت گرفته بله راضی هستیم. توانمندی آنچه که در سطح ولایت بوده در اولین قدم و با تشریف بردن معاونین رئیس جمهور به عنوان مسئولین بلندپایه دولت و انتقال یک مقدار وجوه نقدی راضی بودیم. بالاتر از حدود 40 میلیون افغانی بودک و تجمع مؤسسات در هماهنگی با اداره مبارزه با حوادث و انتقال مواد غذایی و غیر غذایی واقعا کمک هایی بوده که خیلی با سرعت انجام گرفته و کسایی را که در محل در یک حالت وحشت زده قرار داشتن و عزیزایشان از دست داده بودن دستگیری کردن، اینا را تونستن که به یک محلی هم انتقال بودن و این کمک ها را برشان اهدا بکنن. آقای بوری عزیز، بریم سراغ ازی که خب به این اوصاف شما افق ماجرا را، امی حادثه را چگونه ارزیابی میکنین؟ یک مشکل کلان وجود داره که ما در افغانستان احساس داریم بلی. اما مدیریت نداریم. رهبری نداریم. با شما موافق هستم، ما احساس داریم اما نمیتونیم رهبری نداریم. شما چیز دیگه میخواستین ادامه بدید؟ میخواستم بگویم که کمک به قدر کافی صورت گرفته، کمک ها به محل رسیده، مدیریت وجود نداره، وضعیت خیلی تا به امروز بد بوده. گزارش های پی هم برای ما از طرف تیم ما که در اونجا هست اعضایش و اصلا امروز در رأس تیم کمیته هماهنگی کمک ها به ارگو که از جانب ما رفتن در اونجا در رأس آقای نورخان حیدری قرار دارن، اونا ابتکار امروز گرفتن از بسیاری کسایی که در رأس مدیریت قرار داشتن و خیلی کار از دستشان شده. جای امیدواری هست تا یوسف؟ یعنی جای امیدواری هست ولی کمک ها زیاد است، وضعیت خیلی ناوهنجار است و باید مدیریت درست و شد. چون به خاطر مسائل تکنیکی که پیش آمد متاسفانه وقت آنچنان برای صحبت ها نرسید و از آقای سیاس اگه بخوایم شما چه ترسیم میکنین افق این ماجرا را؟ واقعا حادثه به حد دلخراش است که همه عشق میریزن و به همین خاطر است که یک روز به نام ماتم ملی در افغانستان اعلان شد و جالبتر از همه ایست که همه اقوام افغانستان، همه مردم افغانستان در پهلویی که اینا در این ماتم شریک بودن عملا اظهار همدردی کردن و تعداد زیادی از ولایات هم از مرد، زن، جوان، پیر، کودک اینا آنچه در توانشان داشتن انجام اهدا کردن برای حادثه های مردم بدخشان. فردا قرار است یک تیم از دکترها و نرس هایی که توسط بنیاد وهابی و پانتون مشعل اینا ایجاد شدن قرار است فردا یک مقدار ادویه انتقال بتن به بدخشان و تیم ما کنجا حضور دارن، قرار است اونا ارزیابی کنن که چه حالات چه این ارزیابی باید بعد ما در اولویت قرار بتیم و به اونا کمک شود. جهانی سپاس از هر سه شما عزیزان. با همین امیدواری برنامه را خاتمه میدیم که افقی که هر سه دوست عزیز اینجا ترسیم کردن ظاهرا پر از امیدواری بود. فراموش نکنین نیمروخ شنبه شب، یک شنبه شب، دو شنبه شب، شنبه از 7 تا 8 شب به صورت زنده با محوریت اصلی برنامه روی آنتن خواهیم رفت. البته سوژه را از حالا برای شما میگم. کانکور و غولی به نام کانکور. شما کانکوری ها چه فکر میکنین؟ شنبه میبینمتان. خدا نگهدار.